سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از مراسم بزرگداشت خانم نسرین مغانلو و هدیه نفیسی که توسط هنرمندان به ایشون اهدا شد. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. خانم نسرین مغانلو هنرمند خوب و پرطرفدار ایرانی که در فیلم‌ها و سریال‌های بیادماندنی ایفای نقش درخشانی داشتند، متأسفانه سال گذشته سال بسیار سخت و تلخی رو گذروندند. ایشون که در مهر ماه پسر جوانشون رو از دست دادند، در یک سال گذشته داغدار و سیاه پوش بودند. متاسفانه ایشون در روزهای پایانی سال 1401 و چند روز مونده به عید نوروز هم مادرشون را از دست دادن. خانم نسرین مغانلو این هنرمند خوب و پرطرفدار ایرانی که البته مدتی قبل از پسرشون هم پدر پیرشون رو از دست داده بودن و داغدار پدرشون بودن، متاسفانه چندین و چند بار به سوگ نشستن. توی سال گذشته در هفتم مهر ماه بود که خبر درگذشت پسر جوان خانم مغانلو در فضای مجازی جنجالی به پا کرد. با اینکه اعتراضات سراسری برپا بود، اما این خبر جای ویژه‌ای در میان خبرها داشت. پسر 26 ساله خانم نسرین مغانلو، بازیگر معروف ایرانی که 10 روز بعد از اومدنش از آمریکا در خونه مادرش حضور داشت و تحقیقات نشون داد که به دلیل حادثه‌ای که براش پیش اومده بود تحت درمان بود و داروهاشو مصرف میکرد، به اتاق خواب رفته بود، اما دقایقی بعد وقتی که مادرش رفت بهش سر بزنه دید که پسرش حالت تهوع وحشتناکی داره و حالش خیلی بده. بلافاصله با اورژانس تماس گرفت، اما زمانی که امدادگر ران اورژانس به خونهشون رسیدن متوجه شدن که اون پسر جوان جان باخته. بررسی‌های اولیه متخصصان پزشکی قانونی احتمال مسمومیت دارویی رو علت مرگ این پسر اعلام کردن، اما بعد از اون بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی رو برای سمشناسی و بررسی نمونه‌ها از سوی متخصصان تشخیص هویت داد و تحقیق‌ها از خانواده ارشیا و خانواده خانم نسرین مغانلو شروع شد. این خانم بازیگر در این باره به تیم تحقیق گفته بود پسرم برای تحصیل به آمریکا رفته بود. 10 روز پیش برای دیدن من به همراه برادرش به ایران اومده بودند. پسرم چند سال پیش توی یک سانحه تصادف دچار مصدومیت شدید از ناحیه سر شده بود و جراحی مغزی انجام داده بود. بعد از اون هم چند ساله که دارو مصرف میکنه و تحت درمانه و حتی توی آمریکا هم این درمانهاش رو ادامه داده بود و تحت نظر پزشک بود. توی اون روز تلخ هم بعد از خوردن نهار به اتاقش رفته بود تا داروهاش رو مصرف کنه، کمی هم استراحت کنه، اما دقایقی بعد دیدم که دچار حالت تهوع شدید شده و از هوش رفت. من هم بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم، اما متاسفانه پسر جوونم رو از دست دادم. توی سال گذشته خانم نسرین مغانلو این هنرمند خوب ایرانی روزهای تلخ و دردناکی رو گذروند و هر روزش رو با یاد پسر جوون از دست رفتش سپری کرد. ایشون برای سالگرد درگذشت ارشیا نوشت: پسرم ارشیا، 1 سال نبودنت برای من و برادر و پدرت انگار که صدها سال گذشت. هر ثانیه نبودنت برای ما سالی بود، همراه با اشک و دلتنگی و ناباوری. بدون که همیشه در درون قلب و ذهن ما هستی و ثانیه ها و دقیقه های زندگی ما هنوز با تو سپری میشه. تو در وجود من هستی، خوش قلب مادر. برای من غیر ممکن است که دوریت رو تاب بیاوریم تا لحظه دیدار در موعود. روحت شاد پسر عزیزم، فرشته آسمانی من. حالا ما مراسمی برای بزرگداشت این هنرمند خوب و داغ دیده فراهم شده بود که هنرمندان و بازیگران سرشناسی در اون حضور داشتند و سورپرایز بزرگی هم برای ایشون تدارک دیده بودند. خانم نسرین مغانلو نوشت: سخته که بخوای بخندی، ولی بدون پسرم این خنده ها دیگه مثل سابق نیست، چون تو رو کم داریم. ولی بهت قول میدم مراقب برادرت آریان و پدرت هستم. البته نگران نباش، اونها هم مراقب من هستند. سر قولی که بهت دادم
هستم دلبندم، فقط اینو بدون خیلی دلتنگت هستیم عزیزم. سپاس از هدیه زیبا که با نام ارشیا تصویرش کشیده شد. اما پسرم، تصویر تو صدات هیچ وقت از دل ما و گوش و ذهنمون از یاد نمیره. تو در ما تا ابد زنده هستی و ما با تو زندگی میکنیم. روحت شاد، مسیرت پرنور دلبندم. ایشون در ادامه هم از همراهان و دوستان سپاسگزاری کردن و نوشتن سپاس از همه دوستان و از همه شما مردم عزیز که در این یک سال همراه من بودید و منو با حرفها و دعاهایتان دلداری دادید. امیدوارم هیچ خانواده‌ای چراغ خونش خاموش نشه. روح همه رفتگان خصوصا جوانان عزیز ایرانمون شاد و مسیرشون پرنور و صبر برای بازماندگان. و سپاس از حضور استادم جناب همایون ارشادی، علی روینتن، میر طاهر مظلومی، عزت الله رمضانی فر که خودشون هم دختر نازنینشون رو به تازگی از دست دادن و حسام ناصری، محمد سلیمی و روح الله بالش‌آبادی، سمیه مهری، مرجان گلچین، فرناز امینی و دیگر دوستانم که همه و همه در این یک سال کنارم بودن. انرژی بدید تا با قد قامت نازنینش بیاد و صحنه به همراه آفرین. نسرین جان بیا، خواهر دوست داشتنی ما، هنرمند خوب و ارزشمند، این زن همه برای شما دور هم بود. به اینی که دارید درس میزنید که قوت قلب بشه و قلم های نسرین جان دانانتر به صحنه برسه، داستانی رو بالای سرم نگاه کنید که شب ما کامله. الهی با همین انرژی جانانه، با همین قدر قدرتی ما، با همین روی ماه مادرانمون، مادرانتون، حال همه مادرامون خاصه نسرین جان مقاندو مثل قبل بشه. میدونم دعای خیلی سخت و بزرگیه، اما اگر که مثل همیشه در کنارش باشیم، مثل عزیزای دلش، مثل خانوادهش، همچنان ما هم در کنارش باشیم، به نظرم روی ماهش رو هم در عرصه‌های تعاملی و کاری و هنری بیشتر می‌بینیم. می‌دونم که یک سال گذشته یک سال عجیبی بود، یعنی هر کدوم از ما اگر که بگیم سه چهار نفر از عزیزانمون تو یک سال گذشته از دست دادیم، نسرین جان قلب و دل و روح و جانش دیگرگون شد. پس با یه عشق جانانه روح و دل و جانش رو صفا بدیم به حق این ماه شب چهار. بسیار عالی. خواهش می‌کنم شما تعنا می‌کنم بفرمایید. قول میدی آقا؟ سعی میکنم چند خب آقای رضا کردی نازنینم به همراه رول بال شبادی گل، یک اثر جاودانه رو خلق کردن با نام ارشیا. کلمه ارشیا این تصویر زیبا رو خلق کرده آقای رضا کردی نازنینم. همه صورت و تصویر نباشه، خلق و صورت تصویر دید. ارشیا افتخاری رضا کردی، کجا هستن؟ کجا نشستن؟ آقا دست شما درد نکنه، قربون شما برم، اونم من در عزیز رولو جان دست شما درد نکنه. با اسم ارشیا مرسی برای همه که اومدن اینجا. ببخشید من فارسیم زیاد خوب نیست، اون برای دنیا بودیم، ولی متشکرم واسه همه که اومدن. همه که اومدن حتما مادر منو دوست دارن، بانو ایران هست. متشکرم، درود برم، خیلی سپاسگزارم. خیلی محمد جان نصر بانو متشکر، عالی انداداش، قربت برم روح الله، دم شما گرم، خیلی متشکرم. آقای محمد، ما هم از همینجا بار دیگه به این هنرمند خوب کشورمون تسلیت میگیم و براشون آرزوی آرامش و صبر داریم. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.